سلام دوستان عزیز، من ساسان توسلی هستم و این جلسه 52 درسای کوتاه هفتگی من هست برای سایت مای کلیسا که داریم صحبتامون رو ادامه میدیم درباره اهمیت دنبال کردن سلامتی عاطفی در زندگی هر ایماندار مسیحی و به خصوص خادمین و رهبران مسیحی. دارم از کتابی استفاده میکنم تو این هفته ها به نام The Emotionally Healthy Leader، رهبری که از نظر عاطفی سالمه، پیتر سکازیرو نویسنده این کتاب هستش، و داریم صحبتمون رو تو این هفته ادامه میدیم توی فصل سوم این کتاب که یک رهبر مسیحی، یک خادم مسیحی که سلامتیش رو داره جدی میگیره، سلامتی شخصیتی و عاطفیش رو، تیتر فصلش هست Lead out of your marriage or singleness. یک رهبر باید هویتش رو به عنوان یک آدم متأهل یا یک آدم مجرد جدی بگیره، سلامتیت رو، سلامتی رابطه با همسر و بچه ها و خانواده، اگر ازدواج کردی باید برات ارجحیت خیلی بالایی داشته باشه در زندگی و خدمت مسیحیت، و اگرم یه فرد مجرد هستی و در خدمت و رهبری هستی خیلی مهمه که مجردیت رو، هویت مجردیت رو خیلی جدی بگیری. هفته گذشته اشاره کردیم به آیاتی از انجیل متا که مسیح میگه بعضیا به خاطر ملکوت خدا مجرد هستن و برای بعضیا این یک عطیه است، این توانایی رو دارن، این خوندگی رو دارن که هیچ وقت ازدواج نکنن و خودشون رو وقف خدمت بکنن در کلیسا و به خدمت به دیگران، ولی خیلی هم تو دنیای امروز این رو به عنوان یک عطیه ندارن، این دوست دارن که ازدواج بکنن ولی الان شرایط مناسب رو پیدا نکردن برای یک همسر مناسب، برای شرایط ازدواج، یا شاید ازدواجشون شکست خورده و طلاق گرفتن و الان مجرد هستن، یا همسرشون رو از دست دادن، همسرشون فوت کرده، یک شخص بیوه هستن. پس دلایل خیلی زیادی وجود داره که افراد امروز تو دنیای امروز مجرد هستن و نمیتونن ازدواج بکنن علارغم که این علاقه رو دارن، و گفتیم از هفته پیش این صحبت رو شروع کردیم که خیلی مهم اشخاص مجرد طوری زندگی نکنن که فقط منتظرن که یک همسر ایدئال تو زندگیشون پیدا بکنن، بلکه از همین الان توی همین لحظات مجردی از زندگی لذت ببرن، توانایی هاشون رو کشف بکنن، شکوفا بشن و اون خوندگی رو که از مسیح دارن رو بتونن توش قدم بردارن و جلو برن. فقط در اینی که من الان فقط منتظرم و زندگیم کامل نیست و یه نفر دیگه باید بیاد که من کامل بشم، این یک روحیه مفید و مناسبی نیست برای یک شخص مجرد. حالا نویسنده این صحبت رو دو تا مثال خیلی زیبا میاره از دو تا خانوم که یکیشون گفته توی شهادتش میگه من وقتی 17 سالم بود به مسیح ایمان آوردم و تصورم این بود که ازدواج کنم و با یه پسری هم آشنا شدم، ولی خدا اون پسر رو خوند به یه کشور دیگه و من این حس رو نداشتم که میتونم به اون کشور با این پسر زندگی بکنم و برم، پس با هم ازدواج نکردیم و کسی دیگه ای تو زندگیم نیومد که بخوام باش ازدواج کنم، و الان این شخص و سالهاست که این شخص به عنوان مشاور داره خدمت میکنه در جامعه و الان این شخص 64 سالشه و تونسته زندگی خیلی پرثمری رو داشته باشه. بعد این خانم شهادت میده، میگه که من فکر نمی کنم که چیز بزرگی رو تو زندگی از دست دادم چون یه همسر نداشتم تو زندگی. به نظر من خیلی هم زندگیم توش برکت بوده. من یه آدم مجردی بودم همیشه، ولی این باعث شده که من آزادی داشته باشم و بتونم خیلی کارا رو بکنم به عنوان شخص مجرد که یک شخص متأهل و خانواده دار نمیتونه به خاطر مسئولیت‌های زندگی. و منم به هیچ عنوان فکر نمی‌کنم که اگر یه نفر ازدواج بکنه تمام تنهایی، احساس تنهایی در زندگیش رفع میشه و تمام اون خلأ زندگیش پر میشه با یک همسر. تنهایی یکی از ابعاد بنیادی قلب هر انسانیه و فقط و فقط خداست که میتونه اون خلأ تنهایی رو توی زندگی ما پر بکنه. و خیلی ها رو میدونیم که ازدواج کردن، ولی خود ازدواج باعث شده که یک عالم دردهای دیگه تو زندگی بیاد. پس ازدواج یک هدیه است از طرف خدا، یک تعهد بسیار زیبایی است، ولی از ازدواج یک بت نسازیم که تا من یه همسر پیدا نکنم زندگیم بی‌معنیه، زندگیم بی‌هدفه، زندگیم کامل نیست. ازدواج به زندگی معنی و هدف نمیده، خداست که به زندگی معنی و هدف میده. پس این خیلی مهمه که سعی نکنیم با یک پیدا کردن یک همسر فکر کنیم تمام نیازهای ما تو زندگی برآورده میشه. پس اینجا نویسنده میگه که از این خانم شهادت میده که ولی به این معنی نیست که من باید تو تنهایی خودم بمونم.
اینجاست که صحبت میکنیم که چقدر مهمه اشخاص مجرد دوستی های خوب تو زندگیشون پرورش بدن، سرمایه گذاری کنن در پیدا کردن دوست های خوب تو زندگی و زندگی تنها و منزوی اتفاقی نیستش که بگیم که باید پس اگه کسی ازدواج نکرده باید در تنهایی زندگی بکنی. نه، تو میتونه زندگیت پر از دوستی ها باشه، پر از ارتباطات خیلی غنی باشه، پر از برکت باشه اگر دوستی های سالم رو در زندگی خود دنبال بکنی، حتی به عنوان یک شخص مجرد. میگه از زندگی الان لذت ببر، نه اینکه یه روزی وقتی ازدواج کردم اون موقع میتونم از زندگی لذت ببرم. و شهادت دیگه از یه خانم دیگه میاره که ده ها ساله داره دعا میکنه که خدا براش یک همسر فراهم کنه و اون دعا جواب داده نشده و حالا به جای رسیده تو زندگی که میگه خدایا من تسلیمم به خواست و اراده تو، دیگه ادامه نمیدم در این دعا، اگر به من یک همسر هدیه بدی اون همسر رو تو زندگی پیدا بکنم شکرگزار خواهم بود، ولی اگر اراده تو اینه که مجرد باشم ادامه میدم در شکرگزاری و تسلیم شدن به تو، چون بودن با تو، ارتباط با خدا، مسیح رو تو زندگی هر روز تجربه کردن به عنوان عمیق‌ترین عشق و زیباترین دوست، این بزرگترین هدیه زندگی هستش، چه یه نفر مجرد باشه چه یه نفر عضو یک خانواده و متأهل باشه. حالا نویسنده چند تا نکته خیلی مهمی رو مطرح میکنه که من میخوام حالا از این جلسه اینا رو بگم و بعد ادامه بدم. همونطوری که اصلا این قسمت مجرد بودنش خیلی جالب، میگه که be intentional about the kind of single God has called you to be. تو باید حتی به عنوان یه آدم مجرد یه شخص هدفمند باشی که خدا خوندگی خدا برای تو چیه، و همینطوری فکر نکنی خب من الان هم فقط منتظرم و علاف میچرخم تا یه روزی اتفاقی بیفته. نه، همین الان تو با هدف باید به عنوان یه شخص مجرد در زندگی جلو بری. و بعد نکته‌ای که اینجا مطرح میکنه میگه A healthy singleness is your first ambition. همونطوری که افراد متأهل گفتیم ازدواجشون باید براشون ارجحیت داشته باشه، روی کیفیت ازدواجشون باید سرمایه گذاری کنن، اشخاص مجرد هم باید روی کیفیت زندگی خودشون به عنوان شخص مجرد سرمایه گذاری کنن. فکر نکنیم که چون من مجردم پس میتونم دائم همه خدمت ها رو انجام بدم، همه مسئولیت ها رو تو کلیسا به من بدن، همه نیازها رو برآورده کنم، چون من زن و بچه ندارم که باید برگردم خونه آخر شب، پس من خودم رو فدا میکنم در خدمت، در کمک به دیگران، در فعالیت های مختلف، چون من آدم مجردیم. نه، این درست نیست. مثال خیلی جالبی پیتر اسکازر رو میاره، میگه توی یه بعد از یه کنفرانسی به افرادی که متأهل بودن گفتن برید خونه هاتون پیش زن و بچه، مجردا بمونن و تا آخر شب کمپو تمیز کنن. و یکی از این اشخاص مجرد به اون مسئول گفتش که همونطوری که شما متأهلین نیاز دارید به وقت با خانواده هاتون، ما مجردا هم نیاز داریم به وقت با دوستامون. چون ما مجردیم به این معنا نیستش که پس هیچ کار دیگه ای نداریم و میتونیم تمام وقت زندگیمون رو صرف خدمت کلیسا بکنیم و دوندگی و انجام دادن کارهای دیگه. نکته به نظر من خیلی جالبیه که چون تو مجرد هستی قرار نیست که همه مسئولیت‌های خدمت و کار و شغل زندگی رو گردن تو باشه، چون بقیه وظیفه به خانواده دارن، تو وظیفه دیگه ای نداری. نه، تو هم وظیفه داری به ارتباطات خودت، به دوستی های خودت، به روابطی که باعث شکوفایی و لذت تو از زندگی میشه براش وقت بذاری و سرمایه گذاری بکنی. پس باید مواظب خودت باشی، به خودت هم برسی و مجرد بودنت رو هم جدی بگیری به عنوان یک قسمت از زندگی که باید روش سرمایه گذاری بکنی. مرسی که این هفته با من بودید. تا هفته آینده، خدا نگهدار.